سلامی گرم به شما بینندگان عزیز. شهلا دانشور هستم، برنامه کارگران به یک دنیای بهتر رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال همه شما عزیزان خوب باشه و آماده دیدن این برنامه باشید. چند روزی بیشتر به اول ماه مه، روز جهانی کارگر، باقی نمونده. پیشا پیش این روز رو به همه شما عزیزان شاد باش میگم. دست تک تک شما رو که دارید فعالیت میکنید، میکوشید تا یک روز هم بستگی جهانی رو گرامی بدارید بگمی میفشارم. خب مثل هر سال تحرکات گسترده است، بحث داغه. یک خاصیت این روز اینه که مسائل اساسی تر و پایه‌ای تری در میان کارگرا به بحث گفتگو در میاد. بس یعنی اساساً توی این مباحث که خودش رو توی بیانیه‌ها و تو قطعنامه‌های روز جهانی کار بیان میکنه، به چالش کشیدن کل نظام سرمایه‌داری و مصائب اونه. همیشه نگاه میکنیم میبینیم بندهای قطعنامه عبارتند از خاصا برابری زن و مرد در تمام شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تو کل جامعه است، خاص لغو مجازات اعدامه، خاص آزادی بدون غیر شرط تمامی زندانیان سیاسی و خواستای رفاهی، خواستایی که کارگر در اون اعلام میکنه که من زیر خط فقر نمیخوام زندگی کنم، ریاضت اقتصادی رو قبول ندارم، این قراردادهای بردهوار سفید امضا رو قبول ندارم. و به این شکل یک جامعیتی داره، خواستایی که به مناسبت این روز به جلو کشیده میشه و به این خودش یک فرصتی هست برای متعین شدن خواستای کارگران و کل جامعه. و این یک میتونه تأثیرات مهمی برای ایجاد یک صف متحد اعتراض در طول اون سال، به خصوص که در آغاز سال هستیم، به وجود بیاره. و به طور مثال سال گذشته ما دیدیم که بیانیه مشترکی که اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده دادن علیه امنیتی کردن مبارزات چه نقشی ایجاد کرد. این بیانیه اعتراضش رو به ریاضت اقتصادی، زندگی زیر خط فقر، تبعیض، نابرابری، اختلاس ها و شرایط جهنمی که وجود داره در واقع بیان میکرد و بعد میگفت که چرا باید مبارزه برای اینا امنیتی تلقی بشه، انگ امنیتی بخوره، احکام زندان بگیره و به همین دلیل خاص مشخصش رو لغو پرونده های امنیتی، لغو تمامی احکام صادر شده بر این اساس و در واقع آزادی همه زندانیان سیاسی بدون قید شرط و آزادی تمام کارگرانی که در زندان هستن، آزادی تشکل، آزادی اعتصاب، آزادی تجمع، آزادی سیاسی، اینا مضمون است این کارزار بود و بسیار مهم بودش. کارزاری علیه سرکوب که دیدیم طول سال گذشته جاری بود که امسال هم باز در آستانه اول ماه مه دوباره یک حرکت دیگه پیدا کرده به یکی از محورهای اصلی بحثا، قطعنامه ها، بیانیه های کارگران و تشکل های کارگری تبدیل شده. جدا از این ما تحرک برای برگزاری این روز هستش، اینکه بالاخره به شکل های مختلف کارگران تلاش میکنن، تجمع کنن، اعتراضشون رو بیان کنن و مهر خودشون رو به این روز بزنن. در حال تو این روزهای آخر تأکیدات ما اینه که به هر شکلی که میتونیم در جمع کوچیک، بزرگ، در میادین شهر، در هر شکلی که میتونیم سعی کنیم تجمع کنیم، خانواده هامون رو با خودمون همراه ببریم. اعتراضات گسترده و باشکوهی که تو سال گذشته داشتیم و پشت سر گذاشتیم، کارگران اپکو، کارگران روغن نباتی جهان، کارگران پتروشیمی ها، کارگران نفت، آتش نشانی ها، مخابرات، شهرداری ها، تو تمام وجود بازنشستگان، معلمان بازنشسته، کلن بازنشستگان صنایع فولاد که تو همین هفته هم تجمع داشتن، تو تمام این بخش ها خب این فرصتیه که بیان جلو و خواستاشون اعلام کنن، به خصوص خواستایی که جواب نگرفته. معلمان بازنشسته تو همین هفته گفتم ما در 4 اردیبهشت گفتن جمع میشیم برای اینکه نمایندگان واقعی خودمون انتخاب کنیم و بالاخره گفتن که
نتیجه جلسهشون این بود که روزی رو برای اعتراضشون اعلام کنن، چه روزی بهتر از روز جهانی کارگر. و این همینجور بازنشسته ها تو تجمعاتی که داشتن بازنشستگان تو سطح سراسری گفتن که ما بر میگردیم و خواستمون جواب نگرفته، ما به تبعیض اعتراض داریم، به زندگی زیر خط فقر اعتراض داریم، چرا باید سبد هزینه رو میگن چهار میلیون این دست مزد ما زیر این خط باشه، چند برابر زیر این خط باشه، چرا باید تبعیض باشه، ما خواهان همسانسازی حقوق ها هستیم در سطح یه زندگی استاندارد، بیمه درمانی کارآمد میخواییم، که در واقع میگفتن بیمه کارآمد درمان رایگان است، تحصیل رایگان برای بچه ها میخوایی. اینا گفتمان های خیابانیه، یعنی خواستایی که امروز تو قطعنامه ها میاد و مسئله علیه امنیتی کردن، مسئله اعتراض به خط فقر و افزایش دستمزد به 4 میلیون، بیمه درمانی، بیمه تحصیل رایگان، اینا شعارهای خیابانیه، میبینیم که تو تجمعات مختلف بیان شده و این به ما یه قدرت و نیرو میده و به اتکای همین میتونیم خب مبارزمون رو متحدتر سازمان بدیم. یا بیانیه فراگیر دانشجویان که از سوی کارگران مورد حمایت قرار گرفت، خود این بیانیه در واقع ربط و گره واقعی داره، میخوره به خواسته و قطعنامه های کارگران و هم در جا داره که دانشجویان بگن بیانیه فراگیر ما بیانیه روز جهانی کارگر ما هم هست، جا داره که دانشجویان اعلام کنن بگن که ما دانشجویان ضمن این که تاکید میکنیم بر بیانیه فراگیرمون، خودمون رو همراه قطعنامه ها و بیانیه های کارگران میدونیم. میخوام بگم این اعلام هم یک نوع همبستگی شکل دادن، یک نوع رفتن به طرف یک اعتراض گسترده سراسری با خواستای سراسری، یک نوع تجدید عهد کردن بر سر این خواستا که بخش زیادش خیابانی شده و در واقع یک نوع پلتفرم دادن به مبارزات متحد سراسری کارگری از این قدر ما و جایگاه بسیار سیاسی مهمی داره و تو شروع سال تحصیلی، حتی تا همینجا که میخوام بگم تجمعی هم نباشه، هر چی نباشه، تو همینجا همین قدنامه ها، همین بیانی ها، همین اعلام خواستا یک صف متحد رو ایجاد میکنه. الان شاهد این هستیم که میبینیم مثلا سه تشکل اتحادیه آزاد، معذرت میخوام، سندیکای شرکت واحد و سندیکای نیشکر هفت تپه و کمیته هماهنگی با هم یه بیانیه دادن. خب فردا روز اتحادیه آزاد و تشکلهای دیگه هم لابد بیانیه خودشونو میدن. هفته قبل 5 جمع کارگری بیانیه خودشونو دادن. خیلی بهتر بود که این بیانیه واحدی بود. و چرا که وقتی به محتواش نگاه میکنیم میبینیم که اینها همه محتوای واحدی دارن. همه به خط فقر اعتراض دارن، همه به ریاضت اقتصادی اعتراض دارن، به تبعیض اعتراض دارن و در این حال خواهان یه زندگی انسانی بهتر هستن و خواستای کل جامعه رو دارن نمایندگی میکنن. اما نفس این که حتی علارغم این که میگم بهترین شکل این بود که اینا یک بیانیه واحد بود و 70 نهاد از کارگری و از معلمان و از بازنشستگان و از دانشجویان و از تشکلهای اعتراض علیه تخریب محیط زیست و همه اونا امضا میکردن به عنوان بیانیه و پلتفرم کل جامعه برای سال 96 برای خواستای سراسری شد. این میتونست یه نقطه درخشانی باشه. اما همین که میبینیم این خواستا علارغم که حالا بیانیه مختلفی از روی خواستای واحدی داره دست میذاره، این همبستگی رو داره در واقع به نمایش میذاره. چرا؟ چون این همبستگی واقعیه، هیچ کسی نمیتونه اون رو کنار بزنه، هیچ نوع فردگرایی، هیچ نوع نمیدونم رقابت هایی، هیچ نوع از اینا نمیتونه کنار بزنه اینها رو. و یکی اگر چیز نقطه قابل توجه هست اینه که باید روی این جنبه از مسئله فکر کرد، تشکلهای کارگری به خصوص رهبران کارگری رو این فکر بکنم. به طور مثال ما مثلا در سالهای گذشته در گرامی داشت روز جهانی کارگر شاهد این بودیم که مثلا میدیدیم که سندیکای واحد برای خودش جلو قرارگاه خودش یک اول محور پا کرده. خب این که تو این خفقان و زیر ستم و سرکوب جمهوری اسلامی تشکل میاد
اول چو برگزار میکنه خیلی پیشروی مهمه، ولیکن در این حال همین سندیکا میتونه کنار نیشکرف تپه، کنار کمته پیگیری، کنار ایتالیا آزاد، کنار تشکلهای مختلف توی سرسری سازمان بده این کار. اینجاست که میبینیم نقطه ضعف هستش و اینها همه درسای آموزنده و تجربیاتی هست که از این نوع روزها که اتفاقا روز همبستگی جهانی کارگری باید گرفت و ما رو بدون شک در موقعیت قوی تری قرار میده. به هر حال هم گفتم الان در حال حاضر سندیکای واحد و نیشکر هفت تپه و کمیته پیگیری قطعنامه‌شون منتشر شده، بیانیه‌شون که با بیانیه‌شون به استقبال روز جهانی کارگر رفتن و روی اون تو این قطعنامه اولا گفتن که باید در حال که خط فقر بیش از 4 میلیون تومان تو ماه برآورد شده باید و دستمزد 930 هزار تومانه ما بر خواست 4 میلیون تومان که سبد هزینه است تاکید میکنیم. همینجور گفتن که دستمزد معوقه باید پرداخت بشه و نپرداختن اون باید جرم اعلام بشه و تحصیل رایگان برای هم مردم رو تاکید کردن. به مسئله سیاست های ریاضت اقتصادی حکومت و حذف سوبسیدا و اینها اعتراض کردن، گفتن محکوم میکنیم این سیاست های ریاضت اقتصادی و گفتن قراردادهای سفید امضا و شرکت های پیمانکاری و واسطه ای باید برچیده بشه. گفتن که ما خواهان برخورداری همه بازنشستگان از یک زندگی انسانی هستیم و باید هر گونه تبعیض و نابرابری در پرداخت مستمری اونا از بین بره و خواهان بیمه درمان رایگان هستیم برای کارگران و تمامی مزدبگیران و قش محروم جامعه. گفتن اخراج ها باید متوقف بشه و هر بهانه‌ای باید برای اخراج ها از بین بره. بیمه بیکاری رو اعلام کردن، گفتن که ما خواهان برابری کامل حقوق زن و مرد هستیم و گفتن که سازمان تأمین اجتماعی باید از دست اندازی به اموال و دارایی کارگران تو این سازمان رو متوقف بشه و این دست اندازی ها رو محکوم کردن. گفتن ما سرکوب و کارشکنی و عدم رسمیت شناختن حقوق تشکل های مستقل کارگری سندیکا رو محکوم میکنیم، خواستار تشکیل سندیکا و تشکل های مستقل کارگری و رعایت استانداردهای بین المللی شدن. گفتن که هر گونه اعمال فشار، پرونده سازی و صدور احکام شلاق، بازداشت و زندان برای کارگران فعالین کارگر رو محکوم میکنن. گفتن تشکل های دستساز دولتی کارفرمایی مثل خانه کارگر، شورای اسلامی، اینا تشکل واقعی کارگری نیستن و اعتراض کردن که نهادهای بین المللی اینها رو به عنوان تشکل های کارگری به رسمیت بشناسن. گفتن کار کودکان باید ممنوع بشه و کودکان فارغ از اینکه چه جنسیتی دارن، چه نژادی دارن، چه ملیتی دارن، چه مذهبی دارن، باید از امکانات تحصیلی، آموزشی، رفاهی و بهداشتی رایگان و برابر برخوردار بشن. خواهان رفع هر گونه تبعیض بی‌عدالتی نسبت به کارگران مهاجر تو ایران و همینجور از جمله کارگران مهاجر افغانستانی تو ایران و نیز سایر کارگران مهاجر تو سراسر جهان شدن و اعلام کردن که ما همراه کارگران ایران و جهان سیاست های مداخله گرانه، جنگ افروزانه و تجاوزکارانه از جانب هر دولت متجاوزی رو علیه مردم کشور رو محکوم میکنیم و خواهان برقراری امنیت، رفاه و پیشرفت برای تمامی مردم ایران، منطقه و جهان شدن. و همینطور گفتن که خواهان تحقق کلیه حقوق مطالبات معلمان، پرستاران و کارگران هستند و آزادی بدون قید شرط همه معلمانی که در بند هستند. و بعد اعلام کردن اول مهمه باید روز تعطیل اعلام شه. میبینید چه خواستای روشن و شفافی که خواستای کل جامعه است. و خب طبعا قطعنامه بعدی هم که منتشر بشه باز میبینید که تو همین صد خواستا اعلام میشه و این نقطه قوت های روزی هست به اسم روز جهانی کارگر که کل مصائب جامعه سرمایه‌داری رو به چالش میکشه. و همونطور که گفتم اگه چیزی کم بود هست کنار هم گذاشتن این قطعنامه ها و به عنوان یک قطعنامه واحد و سراسری کارگری است که حقیقتا خواستای مشترک اونها رو به هم پیوند میده. اما نکته دیگه که باز اینجا لازمه بگم که در صحبتام اشاره کردم
در این حال کار یک نقطه برجسته است تو تمام بیانیه ها و قطعنامه ها، اونم کارزار علی امنیتی کردن خصوصا داخل زندان اسماعیل عبدی در واقع از رهبران معلمان معترض و اعتراضات معلمان از داخل زندان اعلام کرده که خواهان لغو امنیتی کردن مبارزات هستش و میخواد پرونده های خودش و همه زندانیان سیاسی که انگ امنیتی داره بسته بشه. و این در واقع در سالگرد اعتراضی است که سال گذشته اون و جعفر عظیم‌زاده با هم دیگه اون رو اعلام کردن و مهر خودش رو به اعتراضات کارگری در سال گذشته زد. و این اتفاق بسیار بسیار مهمه، همونطور گفتم این معنای واقعی این حق تشکل، حق اعتصاب و آزادی های سیاسی و همینطور اعتراض علیه سرکوب هستش. و میبینیم که اتحادیه آزاد هم در سالگرد اون بیانیه اعلام کرد که ما با تأکید بر این خواستا به استقبال روز جهانی کارگر میریم و الان هم از این اعتراض اسماعیل عبدی اعلام حمایت کرده. جعفر عظیم‌زاده مستقیما بیانیه داده و گفته که ما با کارزاری قدرتمند دفاع میکنیم از اسماعیل عبدی، اونو تنها نمیذاریم که جونش تو خطر قرار بگیره. و همینجور 17 زندانی سیاسی درون زندان با همین خواستا بیانیه دادن و اعلام کردن، زمینی که از قطعنامه های تشکل های کارگری که خواستای سراسری جامعه رو بیان میکنه حمایت میکنن، این رو تاکید دارن که تمامی پرونده های امنیتی که برای کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی صادر شده باید احکام که صادر شده باید لغو بشه، پرونده هاشون باید باطل بشه، هر نوع احضاری تحت این عنوان باید متوقف بشه. و خب این هم باز در کنار قطعنامه ها که گفتم کلیت خواستای کارگران که در واقع خواست کل جامعه رو داره ارائه میده، خب یک بخش مشخص موضوع هست که ربط مستقیمی داره به اوضاع جامعه ایران، مبارزات کارگران، چرا که جمهوری اسلامی در کنار تحمیل سیاست های ریاست اقتصادیش سرکوب ابزارشه، دستگیری ابزارشه. همین الان تو آستانه اول ماه می میبینیم که تلاش میکنه مقابله کنه با برگزاری این روز، با احضار فعالین کارگری و با تهدیدات، ولی میبینید چه تحرک پرشوری در جریان هستش. خب برای اینکه بحث رو بتونیم ادامه بدیم، در اینجا کلیپی از سرتیترهای مهم اخبار اعتراضات کارگری هفته رو میبینیم و بعد بحثمون رو دوباره ادامه میدیم. Thank you.
خب سرتیترهای اخبار اعتراضات کارگری تو هفته که گذشت رو دیدید، اما اجازه بدید که بحث رو همچنان در حال و خوش اول ماه مه روز جهانی کارگر ادامه بدیم. گفتم که جمهوری اسلامی در تقابل با این تحرک طبق معمول احضار میکنه، تهدید میکنه. به طور مثال علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و همراه اشرف رحیم خانی و زینب کشوری از فعالین زنان و عزت جعفری شاپور رشنو و علی محمد جهانگیری و شاکری به حضور در شعبه دوم دادگاه انقلاب دستور برای 24 اردیبهشت احضار شدن که اتهامشون تبلیغ علیه نظام هستش و این تأکیدی هست باز بر همون کارزار علیه امنیت کردن که هر اعتراضی تبلیغ علیه نظام محسوب میشه. خب به یک معنا واقعیه، چون اعتراض ما به این سیستم سرکوب و به این تبعیض و به این نابرابری و به این جهنم سرمایه‌داری هستش و خب اونا هم دادگاه های جمهوری اسلامی، دادگاه های سرمایه‌داری و مردم، معلمان، کارگران و مردم رو محکوم میکنن وقتی که اعتراض دارن، حقشون رو میخوان. دادگاه هایی هستن در خدمت سرمایه‌داری، همونطور که کارگران بارها اعلام کردن، گفتن این ما نیستیم که امنیت رو به خطر میندازیم، این اون سرمایه‌دار مفخوری که دستمزد کارگر میده، بیکارسازی میکنه، دستمزد کارگر رو چند برابر زیر خط فقر تعیین میکنه و این جهنم رو به کل جامعه تحمیل میکنه. این کل این سیستم و این نظامه که امنیت کل جامعه رو به خطر انداخته و در واقع گوش کم کنه. این لب اساس مسئله است. نکته دیگه این که خب سعید یوزی از فعالین کارگری تو کامیاران از زندان آزاد شد که خب خبر خیلی خوبی، آزادی سعید یوزی رو به همگان تبریک میگیم و صبح روز دوم اردیبهشت اون پس از 38 روز بازداشت با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد که باید وثیقه اون در واقع پرونده اون باطل بشه، کنار زده بشه و بدون قید شرط باشه آزادی اون. شیس امانی در سنندج رو احضار کردن و همینطور تعدادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که خب باز میبینیم که این رسم همیشه شونه و بالاخره سنندج شهر اول ماه مه هست. امسال هم امیدواریم که شاهد برگزاری این روز در سنندج و شهرهای مختلف کردستان و در سراسر ایران باشیم و همینطور حضور فعال ویژگی که امسال داره دو صف کارگر و معلم بیش از هر وقت کنار هم دیگه هستن، نه تنها این معلمان، بازنشستگان همه و تو چنین ابعادی به روز جهانی کارگر فکر بکنیم هنوز فرصت است و وقت است و باید چنین تدارکی دیدش. خب گفتم بیانیه پنج جمع کارگری بود که از منطقه ماهشهر و بندر امام و همینطور محور تهران کرج و پروژه پارس جنوبی فعالین کارگری شوش و اندیمشک و فعالین کارگری جنوب اون بیانیه داده بودن که در واقع خواستای مشترک با همون بیانیه سه تشکل کارگری داشت. همینجور کانون نویسندگان ایران بیانیه دادن به مناسبت روز جهانی کارگر که گفتن که دفاع نویسندگان از منافع کارگران، دفاع از منافع خودشان است، همچنان که پشتیبانی کارگران از آزادی بیان، حمایت از حق آزاد زیستن است و بعد خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی، نویسندگان و وبلاگ نویسان، کارگران بخش‌های مختلفی که با انگهای امنیتی زندان نمیشن خواستار این شدن. توی یه تیکه از بیانیه‌شون میگن در ایران به موازات فروکاستن بی‌وقفه سطح معیشت کارگران از خط حداقل‌ها به خط فقر و از مسکنت به خط بقا که سرمنشه بسیار رنج و تباهی هاست، مقابله با آن نیز شدت گسترش یافته است. در یکی دو سال اخیر تقریبا هیچ روزی نبوده است که کارگران بخش های مختلف برای دستیابی به خواسته و مطالبات محقق خود به خیابان نیامده و بگیر و ببند و پرونده سازی و شلاق حاکمیت روبرو نشده باشند. از این رو خواست آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء و لغو همه اشکار سانسور فقط امر نویسندگان نیست بلکه به کارگران نیز مربوط است تا دیگر به صرف بیان اعتراض پیگیری خواستها و ایجاد تشکل محاکمه و زندانی نشوند. بله به هر حال با امید یک اول می با شکوه گسترده و تا همینجا هم دستاوردهای خوبی داشتیم. نمونه هاش همین بیان متعین و روشن خواستار که خود این یک ابراز سیاسی کارگر تو عرصه
جامعه هست، در پیشا پیش خواستای کل جامعه. درود میگم به همه شما سازمان دهندگان و دستاندرکاران این روز همبستگی جهانی کارگر، و وقت برنامه ما به پایان رسیده، برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.